همین اک باز در دایره یک طرح جدیدی تلویزیونی سفینه در سال 2018 بهترین کارمندان وایستای اخبار عامه، مرکزهای پرودوسری و کارگردان و راویونی پیشقدم دریافت و قدردانی گردیدند. در سال دومی برگزاری جشنواره تلویزیونی بهترین نیز رقابت برای گرفتن جایزه شدید بود و از سراسر کشور قلمبدستان و ایجادکاران مسئول دسترنج خود را پیشنهاد کردند. در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی جشنواره تلویزیونی سفینه مراسم جایزه سپاری برای اشتراکچیان جشنواره تلویزیونی بهترین برگزار گردید که در آن یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با مسائل اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالجبار رحمانزاده، وزیر فرهنگ مملکت شمسالدین اورنبک زاده، رهبریت کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر نیادها اشتراک و سخنرانی نموده، تدبیر مذکور را امکانات خوبی دستگیری صاحب استعدادان عنوان نمودند. ابراز گردید که جشنواره مذکور همچون امکانات بهترین برای قدردانی زحمت و تلاش و کوشش روزنامه‌نگاران و راویون کارگردان ها و ناطقان و نواربرداران علاقه اعتراف و موفق گشته است. در حقیقت برگزاری چنین چوربینی برای اهل قلم، برای نفرانی که ایجاد میکنند، امکانات است که ایجادات خود را پیشنهاد کنند و من فکر میکنم که تلویزیون سفینه با راه اندازی چنین چوربینی امکانات فراهم آورد برای نفرانی که امروز در تلویزیون فعالیت میکنند و انا همین چوربینی نشان میدهد که تا کجا مثلا اهل قلم، اون نفرانی که ایجاد میکنند، واقعا هم کسب خود رو دوست میدارند، هوسمند هستند که کارهایی که انجام دادن برای عموم پیشنهاد کنند. بهترین لایه مردمی، بهترین برنامه مؤلفی، بهترین صدا، بهترین تنظیم برنامه، نواربرداری بهترین. خلاص از روی 11 نامینیسیا بهترین ها میان دایره و 3 اشتراکچیان دریافت و در این مراسم قدردانی گردیدند. داوطلبان زیاد برای گرفتن جایزه بهترین در سال 2018 سبقت داشتند که از این میان تنها ارزنده ها صاحب عنوان گردیدند. جام، دیپلم و البته تحفه پولی. با همین مکافات ها بهترین ها در وضعیت تنتنوی قدردانی گردیدند. وقتی که این آزمون سر شد، ما مواد خودمون را پیشنهاد کردیم، امید هم نداشتیم. وقتی که سپور دیدیم توی مثلا چند ماه پیش بود، وقتی که یک چند روز پیش به ما زنگ زدن گفتن که میتونید شما بیاین دعوتنامه تون گیرین، ما خیلی همه آدم میتونه خرسند شوه برای که وقتی که موادیت بینی قدر موادو در جا میگیره یا که چی میگیره. راستی انتظار نبودم که صاحب جایزه بهترین میگردم و در برنامه پژوهش با اینکاس مطالب ویژه خوب است که امروز صاحب چنین جایزه گردیدم و فکر میکنم که مراسم جایزه سپاری بهترین منبری شناخته، منبری معرفی برای تمام ایجادکاران تلویزیون و واسطه‌های اخبار عامه داخلی کشور خواهد بود. قابل به تذکر است که با کاری دو طلبان هیئت حکمان که از حساب متخصصان ورزیده سوها و آموزگاران مؤسسه های عالی تعلیمی سوها تأسیس یافته بود به ها گزاری کردند. دوام سه ماه مرکز های پرودوسری رادیو و تلویزیون های جمهوری و منطقوی بهترین مسئول ایجاد خود را پیشنهاد نمودند و امسال طلبات شدیدتر بود. مثلا امسال تنها نوارهای قبول گردیدند که با صفت HD آماده و تهیه گردیده بودند. برنامه های امسال نسبت به برنامه های سال گذشته از آن جهت فرق میکردند که صفت برنامه ها، کسبیت ژورنالیستانی که به آزمون مواد پیشنهاد کردند بالا رفته است. گذشته از این ژورنالیستان تلویزیون های تاجیکستان به این آزمون همچون یک آزمون جدی، یک مراسم بسیار کسبی مناسبت کردند و برنامه های دیدنی و جالب را پیشنهاد کردند. برنامه امسال پیش از همه با مبرمیت خود، یعنی در برگیرنده پروبلم های روزی تاجیکستان بودند. همچنین در این مراسم اشتراکچی فعالترین لایحه شاعرانه که تنها دوام یک سال تطبیق این لایحه 12000 مصرع شعر از خود کرده است، از جانب اعضای حکمان بهترین قدردانی شد. برای تبریک و تقدیم مکافات به غالیبان امسال نه تنها مهمانان از حدود جمهوری بلکه از کشورهای دوست و همسایه ازبکستان و قزاقستان و آذربایجان نیز در مراسم حضور داشتند. صنعتکاران برون مرزی در برابر هنرمندان تاجیکستانی جایزه‌داران را با سرود و ترانه‌های جذاب تهنیت گفتند. قابل به تذکر است که مراسم مذکور از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه به خاطر مساعدت با پهن نمودن دستاوردها در صحه تلویزیون، فراهم آوردن شرایط مساعد تبادل تجربه و همکاری متخصصان تلویزیون‌های دولتی و خصوصی راه‌اندازی شده، تدبیر مذکور به شبهه به رشد تلویزیونی ملی در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.